در حالی که مردم به شدت از بدتر شدن اوضاع امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور نگران شدند، شماری از شهروندان یگانه راه نجات را از بحران کشور یک دست شدن چهره های سیاسی می دانند. عید غمش نیستن که مردم می مره، زنده می مانه. اینا مقصد همه قمه می خواهند که ما چوکی را بگیریم، پیسه دار شویم. منافع های شخصی خود را بگذارند و منافع های اجتماعی را ترجیح بدن و بیان در کنار هم استاد شده و وطن را از این مشکلات نجات. در این میان سیاستگران و حقوقدانان رئیس جمهور را به بی‌پروایی در برابر خواستهای مردم متهم می‌سازند و می‌گویند که همین اختلاف‌ها سبب شدند تا روزانه ده‌ها تن از جوانان کشور جان‌هایشان را در جنگ از دست دهند. روزانه صدها تن از جوانان افغانستان از هر دو طرف کشته می‌شوند و روان به صورت نامطلوبش روان است. متاسفانه رهبران موجود افغانستان منافع شخصی را همیشه بر منافع ملی ترجیح دادند. به اون خاطر ما صاحب اجماع ملی شده نمیتوانیم. اما معاون سخنگوی رئیس جمهور اجماع سیاسی را اولویت حکومت میداند. رئیس جمهور افغانستان از دو ماه بدین سو دیدارهای با چهره های سیاسی و بزرگان سیاسی کشور داشتند. اما این عضو شورای عالی مصالحه ملی که پیش از این در حکومت همچون معین و والی نیز کار کرده است میگوید که حکومت اراده برای ایجاد اجماع ندارد. د خلکو سره هبل وطن نسته او هیڅ امیدواري د دوی من نسته چې دوی سیاسي اجماع جوړ کړي. اما اشد یعنی داسې ورته ضرورت سره که انسان چې اکسیجن ته ضرورت لري. افغانستان شیرین ترین فرزندان خود در جنگ از دست میته و وضع دیگر پوشیده نیست. آیا چی به کار است دیگر؟ حکومت در هفته های اخیر بارها از آغاز به کار زود هنگام شورای عالی دولت که متشکل از رئیس جمهور و در حدود 20 تن از چهره های اثرگذار سیاسی خواهد بود وعده داد. وعده ای که تا کنون عملی نشده است.